با گذشت 3 سال از وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در قسمت هموارکاری و سبزکاری دانشگاه بامیان میگذرد، اما تا کنون دانشجویان این دانشگاه در فضای خشک و خاک‌آلود به سر میبرند. با این حال اتحادیه شرکت های ساختمانی در ولایت بامیان هموارکاری صحن دانشگاه را با هزینه 1.5 میلیون افغانی به صورت رضاکارانه آغاز کردند. مجمع از شرکت های ساختمانی محلی ولایت بامیان به خاطر سرسبزی دانشگاه به مقدار 1.5 میلیون افغانی، 15 لک افغانی سهم گرفته. به خاطر هموارکاری نیسه هاست 5 بخش داره که هموارکاری نمیذاره شرکت های ساختمانی محلی ولایت بامیان به عهده گرفته. ما در اولویت چون از عنوان کمیته ما معلومه انکشاف و سرسبزیه، یکی که سرسبزی از نامش معلومه، سرسبزی محبته دانشگاه و انکشاف آنچه که ملزومه یک مرکز اکادمیک، داشتن مرکز تحقیقات، داشتن کتابخانه، داشتن یک راهرو یا وسایل حمل و نقل ترانسپورتی که برای ضرورت ها باید جوابگو باشد. عبدالعزیز محیبی رئیس دانشگاه بامیان میگوید که به اساس طرح انکشاف و توسعه دانشگاه بامیان، اتحادیه شرکت های خیر در ولایت بامیان حاضر شدند در قسمت هموارکاری صحن دانشگاه با دانشگاه بامیان همکاری نمایند. آقای محیبی میگوید که کار سبزکاری دانشگاه بامیان نزاع شده است. امروز برنامه ما شرکت های خیر و مجموعه شرکت های داخل بامیان، اتحادیه شرکت ها امرای دانشگاه بامیان همکاری را قبلا اعلان کرده بود و امروز اینا در قسمت هموارکاری دانشگاه بامیان کار خود عملا شروع کرد و ما برنامه سرسبزی و توسعه فیزیکی دانشگاه بامیان از امروز آغاز کردیم. در همین حال شمار دانشجویان در این دانشگاه از نبود فضای سبز و عدم محیط مناسب برای تحصیل شکایت کرده میگویند که با داشتن تعمیر لیلیه هنوز مسئولان دانشگاه بامیان خدمات لیلیه را در اختیار دانشجویان قرار نداده است. خب اولا که لیلیه جور شدن چند بار افتتام شد ولی برای محصلین توزیع نشد که چه مشکلات هست که با محصلین در جریان گذاشته نشد. و دیگه در اتاق ها خود سراسر مشکلات هست، اولا که اتاق های معیاری و درست نیست، دوما کرایه اتاق که مثلا بعض جاها خیلی بلندن که از توانای محصلین بالاست. اگر از لحاظ محیطی در نظر بگیرم خیلی محیط دانشگاه خراب است، نظافت چی مراد نمیشه، همچنان گرد و خاک است زیاد، فضای سبز نداره. نزدیک به 8000 محصل در دانشگاه بامیان مصروف تحصیل هستند که 37% آن را بانوان تشکیل میدهند. علی سامی، تلویزیون بامیان. سلام پدر. علیکم سلام. حوالی لندن رسید؟ بله خیر ببینید دخترم، بسیار در وقت کم. به خاطر که این دفعه از طریق صرافی برادران سروری فرستادم. تا جای دیگر هم حواله میکند؟ بله، تمام شهرهای افغانستان و حتی کشورهای دیگر. بسیار خوب، بسیار خوب. صرافی برادران سروری انتقال پولتان را در کمتر از 24 ساعت از لندن به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می‌سازد. با ما در تماس شوید. 2044 20 82 57 35 و 47.